سلام به همه دوستان این بار سوم امروز در خدمتون هستم پنج شنبه هشتم آبان 1399 29 اکتبر 2020 حتما در خبرها خوندید در ادامه احکام سنگین زندان که با هدف وحشت آفرینی و ایجاد رعب و وحشت در مردم هست آقای محمد جواد شکوری مقدم مدیر سایت آپارات که بسیار از ما از فیلم هایی که درش هست استفاده میکنه بسیار از مردم استفاده میکنن خیلی هاش هم اصلا جنبه سیاسی نداره ایشون به دوازده سال حبس محکوم شده و لطف کردن و گفتن که اگر حکم قطعی بشه فقط ده سالش قابل اجراست هفت نفر از همکارانشون هم هر کنون به یازده سال زندان محکوم شدن که باز قابل اجراش ده ساله یعنی مجموعا فعلا 89 سال زندان محکوم شدن اما اگر قطعی بشه میشه 80 سال 89 سال فعلا اگر قطعی بشه میشه 80 سال علت صدور این حکم هم ظاهرا فیلمی هست که سال گذشته به مدت یک ساعت روی سایت آپارات بوده خبرنگاران تلویزیون ژلوفن تی وی که ظاهرا من دقیقا ارتباط رو نمیدونم ولی ظاهرا وابسته به این سایت هست یا این سایت ازش گرفته مصاحبه کردن با چند تا نوجوان در سطح شهر و ازشون پرسن که میدونید فرزند چجوری به وجود میاد بچه چجوری به وجود میاد این رو قاضی فاسد این قاضی مقیسه مشهور به فساد اخلاقی و فساد مالی این آدم مدیر سایت و همکارانش رو به زندان محکوم کرده با این عنوان که ویدئویی که اینا منتشر کردند باعث رواج فساد و فحشا هست خب حالا اینکه هر آدم عاقلی میفهمه این تلویزیون این در واقع یک برنامه آموزشی در سراسر دنیا از دوره دبستان به تدریج آموزش مسائل جنسی رو شروع میکنن که دیدیم سمراتش در کشورهایی که نمیکنن چه راحت بسیار از کودکان فریب میخورند. اما به هر حال جمهوری اسلامی این کار رو خلاف باعث فساد و فحشا دونسته کما اینکه یکی از مواردی که سند بیستی یونسکو رو هم خامنه باش مخالفت کرد بعد از اینکه در مراجع رسمی جمهوری اسلامی تصویب شده بود مدت قبلش و رونوشش به رفتار رهبر هم رفته و و رهبر قطعا اطلاع داشت ما اعلام کرد که این باید باطل بشه و هیئت دولت جمهوری اسلامی مصوبه خودش رو باطل کرد و بعد هم بعض از افراد متهم کردن که هنوز حتی گفتن در آموز پرورش خود خامنه هم گفت که متاسفانه هنوز موارد داره پیگیری میشه یکی از موارد سند بیستی همین لزوم آموزش این موارد به طریق مقتضی و برای اینکه کودکان فریب نخورن ظاهرا حالا علت چند بگم چرا اینها با این مسائل مخالفت میکنن حالا در همین جمهور اسلامی که با این کار مخالفت میکنه و یک کسی رو به خاطر که یک ساعت یک فیلم رو سایتش بوده و فیلم رو برداشت حالا اینکه دیگران برداشتن و بازنشر میکنن که گناه اونها نیست کما اینکه بسیاری از فیلم هم که مربوط به دیگران هست ایده یا میرن هک میکنن بعد تو انتشار میدن یا طرف اشتباه کرده گذاشته بلافاصله فاصله حذف میکنه ولی می‌بینیم منتشر میشه کما که در مورد بعضی از مقامات حکومتی هم, طور شده که ویدئویی که خیلی کوتاه مدت گذاشته بودن دیگه قابل جمع کردن به هر حال با اینکه اینها ویدیو رو حذف کردن ولی محکومشون کردن اما برای من جالبه ببینید این ویدئو دو تا جنبه داره یکی که با اون چند تا کودکی که صحبت کردن کودک و نوجوانی که صحبت کردن و یکی این که بسیار از کودکان و نوجوانان ممکنه بر روی اینترنت ببینن درست هم هست یعنی با توجه به اینکه دسترسی همه افراد از جمله کودکان و نوجوانان به اینترنت زیاد شده و الان اجتناب ناپذیر هم شده به خصوص با توجه به برنامه های آموزش از راه دور و برنامه های آنلاین خب این رو نپذیرید یکی از دلایل لابد همینه که چون دیگران دسترسی پیدا میکنن خب کسانی یک سایت رو و مدیرانش رو محکوم میکنن تحت فشار میذارن به خاطر انتشاری چند تا سوال که از بچه ها میپرسن که کودک چجوری به وجود اومد میدونه شما چجوری به دنیا اومدید اینا آدمایی هستن که حالا من چند نمونه میگم شما برید در رسانه های رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی آقای اسم کلمه شیخ دهنوی رو سرچ کنید ببینید چقدر ویدئوی واقعا مبتزل میاد که ایشون نشسته با وقاحت تمام در حضور صدها خانم و از انواع روش های رابطه جنسی صحبت میکنه و این ویدئوها هزاران بار ده ها هزار بار صدها هزار بار در فضای مجازی باز شده هیچ کس نمیگه که این ویدئوها باعث انتشار باعث گسترش فساد و فحش است لازم لاو تشویق هم میکنه این آدم بالاخره حتما مورد حمایت جمهوری اسلامی که به راحتی ویدیوهاش منتشر میشه در جمهور اسلامی ظاهرا اگر کسی با بچه های همین سن و سال رابطه غیر اخلاقی برقرار کنه مثل آقای سعید توسی قاری بیت رهبر مشکلی نیست اما اگر کسی در مورد همین مسائل با بچه ها صحبت بکنه و اتفاقا آموزششون بده که فریب امثال سعید توسی رو نخورن اون وقت میشه مجرم و اما از همین بالاتر حالا غیر از که میگم ظاهرا صحبت کردن در مورد مسائل جنسی با کودکان جرمه اما برقراری رابطه جنسی ناخواسته و با اجبار و تجاوز اشکالی نداره کما اینکه در زندان رسمیشون در کرزک هم تجاوز کردن و بعد کشتند اما از همین بالاتر این حکومت یک بنیانگذار داره به نام روح الله خمینی ایشون در رسالش هم رساله عربیش و هم رساله فارسیش در مورد مسائل جنسی زیاد صحبت کرده من یکی از فتوه ها رو می خونم. کسی که زوجه ای کمتر از نه سال دارد و بر او جایز نیست وقت یعنی رابطه در واقع کامل جنسی چه این که زوجه دائمی باشد چه منقطه یعنی چه سیغه باشه چه عقد دائم اما دقت کنید اما سایر کامگیری ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیز اشکال ندارد هر چند شیرخاره باشد اینو ما مطمئنم زیاد شما شنیدید چیزی نیست که من اولین بار کشف کرده باشم و فقط هم مربوط به آقای خومنی نیست این حکم شرعیه ممکن کسی بگه که خب این برای تو رساله است الزاما برای اینا ناچارن احکام شرعی بر روایت و احکامی که گرفتن رو بگن اما من خدمت شما میگم اینطور نیست که فقط چیزهایی که کاربرد نداره بگن چرا آقای خمینی نگفته که مثلا اگر کسی صورتش رو خارون حکم چیه اینها چیزهایی رو میگن که کاربرد داره از نظر خودشون مثلا با پای چپ وارد تو وارد یا پای راست این چیزی که کاربرد خیلی زیادی داره یا اینکه اگر کسی زوجی کمتر از 9 سال داره چه کار باید باش بکنه خب حالا من سوالم اینه اگر کسی با یک بچه حتی شیرخاره که حالا شامل همین بچه 7 8 10 ساله هم میشه اگر با یک دختر بچه 7 8 ساله رابطه جنسی برقرار کنه بر اساس و حکم آقای خمینی بر رابطه جنسی در همین حدود بر اساس حکم آقای خمینی جایزه و حتی میگه که اگر کسی رفت رابطه کامل جنسی هم قرار کرد اگر باعث نشده باشه که صدمه بدنی به اون بخوره فقط مرتکب گناه شده اشکال نداره اما اگر صدمه بدنی بهش وارد کرده باشه اون خانم دیگه بش حرام بشه یعنی ببینید تنها مجازاتی هم که میکنه که هیچ مجازاتی نداره زندان نداره شلاق نداره جرامی مالی نداره فقط دیگه با اون خانم نمیتونه باید بره سراغ هشت ساله دیگه اما اگر کسی بیاد با همین بچه 7 8 ساله بیاد صحبت کنه و بهش آموزش بده که آقا فریب این دقل بازان رو نخور در, در حد معمول حتی سوال بکنه در مورد مسائل جنسی از نظر جمهوری اسلامی مجرمه ببینید دقت کنید میگه اگر کسی رفت از یک کودک پرسید یک فرزند چجوری به وجود میاد این چون ذهن فرزند رو مقشوش میکنه ممکنه باعث تحریکش بشه این کار جرمه و کسانی که این کار کردن مجموعاً هشت نفر آدم به هشتاد سال زندان محکوم میشن اما اگر یه نفر رفت با همین کودکان اگر پسر بود و در کلاس قرآن آقای توسی انجام شد که هیچی بلش میکنن اگر دختر بود و به قول رساله آقای خومینی و سایر مراجع تقریب زوجش بود اگر رابطه برقرار کرد و اگر صدمه بدنی بهش خورد باعث میشه که دیگه اون زن براش حرام میشه و بره سراغ یه 8 ساله دیگه اما اگه صد مالی نخورد فقط مرتکب حرام شده و انواع کامگیری ها مجازه با همین بچه‌ای که شما اگر در مورد حداقل مسائل جنسی باهاش صحبت کنین زندان میری و به زندان طولانی مدت محکوم میشی اما انواع کامگیری ها از این بچه مجازه در حکومت ببینید اگر حکومت جمهوری اسلامی نبود اگر روح الله خمینی رهبر این نظام نبود من کاری نداشتم بگفتم یک رهبر دینی یک حرفی زده کسی گوش میکنه کسی گوش نمیکنه حتما از در خود من بسیار مشمئز کننده است اما مشکل اینجاست که این آدم رهبر یک حکومت حکومتی رو پای گذاشته که در این حکومت یک فرد رو نه یک فرد رو هشت نفر رو به خاطر اینکه مسائل ابتدایی جنسی رو جنسی هم نبوده فقط پرسیده میخواد کنجکاوی بچا رو تحریک بکنه به زندان محکوم بکنن اما در رهبر همین حکومت به همه افراد البته این که مشخصه به چه افراده افرادی که مال زیاد دارن و اخلاق ندارن اجازه میده با همین کودکان رابطه جنسی داشته باشن اینجای کار رو باید حل کنیم ما یعنی ببینید بازم برمیگردم این که اگر حاکم دینی نبود اگر اینا افتخار نمی کرن یه دشون به دوران طلایی او و یه دشون به آدم در به دست رئیسی و پور محمدی دیگران من هم حرفی نمیزدم میگفتم گفتم یه نفری حرفی زنه من قبولش ندارم پلان کس قبولش رو قبول نداره اما در حکومتی که اینها میگن که امام حکیم و بزرگوار میگن کسی که اصلا فیلسوف بود حکیم بود و دنیا رو از همه بهتر میدید اون آدم اجازه داده که مردهای عیاش میتونن با کودکان حتی شیرخوار رابطه جنسی داشته باشن اما در حکومت این روح الله خمینی کسی حق نداره بره با یک کودک صحبت کنه و ازش بپرسه که شما چجوری به وجود اومدی در این حکومت سعید توسی در کلاس قرآن میتونه به پسر بچه ها تجاوز بکنه با دستور قاضی مرتضوی در زندان کهریزک میشه به جوانان تجاوز کرد اما نمیشه احکام یونسکو برای آموزش مسائل جنسی به کودکان رو پیگیری کرد جرمه جنایته و بعد از اینکه دولت رو موظف کردن که از اون پیمان مصوبش پس بگیره تازه باز در شهری برای امسال ای در دیدار وزیر امور پرورش و همکاران تذکر داد که هنوز مسائل درست حل نشده یعنی هنوز ناراحته که چرا ممکنه در یک گوشه‌ای به کودکان آموزش بدن که مواظب باشید سعید توصیه ها به شما تجاوز نکنند این سیستمی که ما متاسفانه در جمهوری اسلامی داریم و اگر کسانی فکر میکنند این حکومت قابل اصلاحه اگر میتونن رساله روح الله خمینی رو کاملا نابود کنن اگر میتونن همه مسائل رو فراموش بکنن اگر میتونن جلوی سعید طوسی ها رو بگیرن اون وقت بگن اصلاح میشه این حکومت نشون داده که ببینید اگر حداقل شرم و حیا در نابود حداقل در حکومتی که اجازه میده حتی با کودک شورخ... از کودک شیرخواره کامگیری بشه کسی رو به خاطر اینکه رفته با کودکی صحبت کرده و مسائل اولیه‌ای که ممکنه ذهن رو به از طرف مسائل جنسی ببره کرده به زندان محکوم نمیکنن حداقل شرم میکردن میگفتن ما که ب... ج... پرچمدار و پیشاهنگ تشویق مردم به رابطه جنسی با شیرخواره هستیم حداقل خجالت بکشیم کسی رو به خاطر اینکه یک سوال از کودکان کرده به زندان محکوم نکنه. این خو... به نظر من اگر کسی بخواد جمهوری اسلامی تعریف کنه همین کافیه حکومتی که در مانیفست رهبرش رابطه جنسی با کودک شیرخواره هم مجازه اما صحبت کردن از موضوعی که به نحوی با رابطه جنسی ارتباط داره منجر به زندان میشه همین یک دو سه جمله برای تعریف جمهوری اسلامی از نظر من کافیه اگر کسی فکر کنه این نظام قابلیت اصلاح داره و قابلیت پیروی داره برن پیروی کنن و افتخارشون هم به نام خودشون ثبت کنن اما من به شخصه احساس شرمندگی میکنم از اینکه یک روزی به این روح الله خمینی علاقه من بودم چون میگم اگر فقط یک رهبر مذهبی بود تکلیفش جدا بود هر کس میگفتش که آقا من این نگاه مذهبی رو قبول دارم یا قبول ندارم اما همین مانیفست بر کشور داره حکومت میکنه بر اساس فتاوی همین آدم میان یک نفر رو از شورای شهر به خاطر زرتشتی اخراج میکنن بر اساس فتاوی همین آدم فرد زیر 18 سال رو اعدام میکنن و این ننگه من سرم رو پایین میدازم و احساس شرمندگی میکنم بابت سالهایی که از این آدم حمایت کردم و امیدوارم دیگران هم به این نتیجه برسن بیان صادقانه بگن یا بیان مرد و مردانه بگن که ما حامی اخراج ما حامی دوران طلایی امام هستیم و بر اساس همون حامی اخراج عضو زرتشتی از شورای شهر یزد هستیم بگن ما افتخار میکنیم به دوران طلایی امام و حامی زندان کردن محمد جواد شکور مقدم به خاطر یک سوال از کودکان و در ضمن حامی افراد عیاشی هستیم که اجازه دارن بر اساس فتاوی خمینی با کودک شیرخاره کامگیری بکنن متاسفم که امروز ناچار شدم حرف بزنم چون واقعا خیلی برام سنگین اومد که دیدم یک جوان فعالی که کار رسانه‌ای میکنه به جرمی که اصلا در مقایسه با اون کسافتی که خمینی گفته جرم حساب نمیشه به زندان محکوم شده موفق باشید